درود بر همه شما همراهان گل پارسیتی. امروز می‌خوایم به سراغ یکی از معروف‌ترین هایپرکارهای دنیا بریم و به چشم خریداری خوب نگاش کنیم. ایشون اندی والسه، کسی که کنترل نهایی خودروهای بوگاتی رو انجام میده. اندی والس سالهاست بوگاتیا رو چک میکنه و تا به حال 150 هزار کیلومتر با بوگاتیای مختلف در حین چک کردن رانندگی کرده. خب بریم ببینیم راجع به شیرون چی میگه. سلام، من اندی والسم و میخوام شیرون رو بهتون نشون بدم. هر گوشه این ماشین رو که نگاه کنی بالاتر از تاپه. ترمزهای بزرگ و عالی، قدرت بی نهایت، امکاناتی که این قدرت رو توجیه میکنه. وقتی میری پشت موتور رو میبینی، یک موتور 8 لیتری 16 سیلند با 1500 اسب بخار قدرت و 1600 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. قدرت این ماشین به قدری زیاده که چسبوندنش روی زمین مشکله، اما تکنولوژی که توی این ماشین به کار رفته هیچ لغزشی رو روی جاده تحمل نمی‌کنه. یعنی تخته گازم که بهش بدی بدون اینکه روی آسفالت چنگ بزنه سرعت می‌گیره. این موتور 16 سیلند خودش قوله، تازه 4 تا هم توربو شارژر داره. 2 تا توربو همیشه کار می‌کنه و توربوی سوم و چهارم از یک دور موتور به بالا فعال میشه. توربوی سوم و چهارم تکنولوژی داره که نرم میاد تو و متوجه نمیشی. وقتی 4 تا توربو فعاله 1000 لیتر هوا رو در دقیقه میده تو موتور. تکنولوژی این رینگا خودش یه دنیاییه، چون وقتی این ماشین داره 400 کیلومتر در ساعت سرعت میره، کار این رینگا خیلی مهمه و باید بتونه این گردش سریع رو تحمل کنه. جالبه بدونید ولو باد چرخ 2.5 گرم وزن داره، ولی در سرعت 400 کیلومتر در ساعت وزن اون به 7.5 کیلو میرسه. خب بریم سراغ داخلش. بوگاتی داخل این ماشین هیچی کم نذاشته. این با اینکه یه هایپرکاره، برخلاف هایپرکارهای دیگه توش خیلی راحته. مانیتور اصلی رو گوشته همینجا، نویگیشن، بکاپ کامرا و چیزهای دیگه. حد اکثر سرعتش تو کیلومتر شمار 500 کیلومتره، ولی هنوز موفق نشده 500 تا بره. آخرین سرعتی که این ماشین رفته 420 کیلومتر در ساعته. وقتی با این رانندگی میکنی اینه یه ماشین مسابقه میمونه، ولی هیچ ماشین مسابقهی به این راحتی نیست. اصلا صدای اضافه توش نمیاد. حالا زیاد حرف نمیزنم، بریم ببینیم رانندگیش چجوریه. اول احساس میکنی یه ماشین لاکچری معمولیه. سه تیپ رانندگی یا درایو مود داره. ای بی مود یا همون معمولی که برای راه رفتن معمولیه. مود بعدی اتوبان. وقتی تو این مود میری ماشین رو یکم میاره پایین تر، کمک ها و فنرهای زیر سفتر میشه و فرمون هم یه مقدار سفتر. بادگیر عقب هم یکم میاد بالاتر.
وقتی رفتین توی مود اتوبان همه این کارها اتوماتیک انجام میشه. راحتیش کمتر میشه اما تبدیل به یه ماشین فول اسپورت میشه. تو مود اتوبان ماشین خیلی قوی و پرسرعته، ولی اگر رازید نمیکنه میتونی بزنی به سیم آخر و بری مود هندلینگ. وقتی میری تو مود هندلینگ بازم ماشین یه مقدار میاد پایینتر و سفتر میشه. بعد میتونی باهاش اینجوری رانندگی کنی. And that is how you be a hooligan in a Chiron. میتونی خیلی تندتر از اینا باهاش بری. خیلی ها میگن ماشین سری ساختن آسونه، اما نمیدونن یک ماشین سری که همه چیش محاسبه شده باشه چقدر سخته. واقعا این ماشین همه چی تمومه. زیبا، راحت، سدی، همه جور امکانات داره و از همه مهمتر ایمن. اینها الان کلیدهای کولره، ولی با اون سویچ پایینیه میتونی عوضش کنی و تنظیم کنی که یه کلید دیگه بشه. خب بریم سر لانچ کنترل این ماشین. خوشبختانه لانچ کردن با این ماشین راحته. پاتو بذار رو ترمز و این دکمه رو بزن، بعد به گاز. خب بریم سر کلید سرعت. آخرین چیزی که میخوام راجع به این ماشین بهتون نشون بدم این کلیده. معمولاً سرعت حد اکثر این ماشین 380 کیلومتره، اما با این کلید به 420 کیلومتر تبدیل میشه. یه جا بغل صندلی هست که کلیدو میذاری توش. الان ماشین آماده است که 420 کیلومتر سرعت بره. با 420 تا سرعت پاتو میذاری رو ترمز، چنان وای میسه که باورت نمیشه. این راحت ترین 420 کیلومتری بود که تو عمرم رفتم. اگر بخوام همه چی این ماشین رو تعریف کنم ساعتها بعد حرف بزنم. ماشین باحالیه. قیمتش هم باحاله. این ماشین اگه بخوای بخری باید سفارش بدی و 2 سال طول میکشه که حاضر شه. قیمتش هم باید 3 میلیون دلار بریزی به حساب بوگاتی.